سلام، من سینا ولی‌الله هستم. با برنامه چندشنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. همین اول برنامه دستتون رو می‌بوسم، یعنی به دست و پاتون، به دامنتون، به شلوارتون، به هر چیزی که بگین می‌افتم. این لینک یوتیوب برنامه رو یه حال اساسی بهش بدین، اینا رو هم به خود بنده حواله بفرمایید یا از همون طریق به من حواله میشه. شما زیر یوتیوب محبت بکنید، حواله بدین، من در خدمتتون هستم. کامنت ها هم هر چی بذارید ما به هر حال می‌خونیم، ممکنه همشو جواب ندیم به هر حال، ولی می‌خونیم. حتی فوشال خدمتتون عرض بکنم دیگه، دستون این آخر این درخواست ها یک محکوم به رفتن و این لینک یوتیوب رو به هر حال دیگه دستون میبوسه. خدمتتون عرض بکنم هفته گذشته یکی دو تا به هر حال اتفاق و مسئله خیلی خاص پیش اومده بود. یکیش یه همونطوری که در جریان هستید، بحث حق طلاق. خواهش میکنم ازم، تمنا میکنم اون ماهیتابه رو بذار زمین، همسر عزیزم قربونت، حق علاق خانوماست که کاملا حقشونه، نه تنها حق طلاق بلکه تمامی حقوق به اضافه حقوق ماهانه من و همینطور حقوق ماهانه میثاق، بعض همه اینا متعلق به این بزرگوارانه. اینا از جونشون و زندگیشون میزنن و میان با ما نکبت ها در واقع ازدواج میکنن و زندگی میکنن. خب باید حقوق زیادی داشته باشن به اضافه که مهرشون هم بگیر. یه خورده ممکنه مشکل، نه مشکلی هم نه از من چه مشکلی، مشکل نیست اصلا. بلکه آقا برای چی راجع به این چیزا صحبت کنیم؟ بلکه آقای کارگردانه این همه مسئله مهم است، بحث مهم، آقا بحث مهم، اصلا فیل کن بعد پس این صحبت ها چه خوله بیجا، چرا شر درست میکنه؟ بحث بیایم راجع به مسئله فساد در ورزش کشور صحبت بکنیم، بحث کاملا مهم و تاثیرگذار. خب همونطوری که میدونید مسئولین ما تمام فکر و ذکرشون، اصلا تمام هم مقامشون اینه که هر جوری شده فساد رو ریشه‌کن کنن، ولی خب این از این جاهایی میزنه بیرون. آخرین خبر یا در واقع خبرهایی که در طول یکی دو هفته گذشته خیلی سر و صدا کرده بود، مصاحبه مسئول شجاع یکی از فوتبالیستای خوب کشورمون با یک خبرنگار خوب کشورمون مهدی، البته مهدی رستم‌پور، اجازه بدید من تصحیح بکنم، مهدی رستم‌پور قبلا تو سلاسیون با خود بنده همکار بود، با هم دیگه برنامه داشتیم، اون موقع خبرنگار خوبی بود، ولی خب به صورت اتوماتیک به محض اینکه از کشور خارج شد، خب شد خبرنگار خودفروخته و وطن فروش. برای همین تصحیح میکنم مصاحبه مسئول شجاعی با یک خبرنگار خودفروخته در رابطه با فساد حاکم بر ورزش کشور سر و صدای زیادی رو به پا کرده بود. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی تیم پانیونیوس یونان رو به علت مصاحبه و سیاه نمایی درباره ورزش و جامعه ایران احضار کرد. البته این نکته رو یک سوء تفاهمی پیش اومده. درسته که مسعود شجاعی راجع به فساد در ورزش کشورمون داشت صحبت میکرد، ولی منظورش خداشون بودن، یعنی بازیکن‌ها بودن. حرفش هم کاملا درسته. چرا اینقدر جلوشو می‌خواید بگیرید؟ چرا نمی‌خواید واقع، چرا می‌خواید سرپوش بذارید روی واقعیت‌ها؟ داره راست میگه دیگه، داره راجع به واقعیت‌ها صحبت می‌کنه، خودش می‌دونه که چیکار می‌کنن دیگه. مثلا همین از دیگه از همه واضح‌تر همین مهدی رحمتی دیگه، یعنی ببین فسادو به کجا رسونده، ببین چیکار کرده. یعنی من تا یه هفته فقط گریه می‌کردم، اینقدر به من ضربه خورده بود. رفته مثلا با یک خانومی با اون طرز لباس پوشیدن، یعنی اون طرز، اگر ایشون خدایی نکرده مثلا یه سفر از لب مرز مثلا رد میشد، میدونید چقدر زلزله و قویسالی به همراه می آورد با اون پوشش؟ حالا خدا رحم کرد رفته مثلا همون کجا نمیدونم ارمنستان بودن کجا بودن، همونجا رو قویسالی و زلزله رو در واقع صادر کرده، خدا رو شکر. ولی خب ایشون رفته با این عامل زلزله تک 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 اومده بهش گفته مثلا بیا با هم عکس بندازیم، این به جای اینکه با لگد بزنه تو دهن عامل زلزله وایساری باش عکس انداخته. ای رحمتی چی بهت بگم، این درسته با جوانای مملکت؟ نمیبینی چه اتفاقی میفته؟ آقا این چه برده چه ببین آخه چقدر میتونه ریشه دونده باشه فساد توی ورزش کشور؟ آخه چرا این کارو میکنی؟ خب میآوردیش خدمت رو عرض میکنم عرضم. حالا به هر حال بحث اصلی اینجاست که ورزشکار کشور به حدی فساد توی وجودش ریشه دونده که میره یه همچی کاری رو میکنه، ولی به جای اینکه جزای این کارش رو ببینه قصر در میره و باعث میشه دستندرکاران و خبرنگارا و در واقع کارشناسان کاملا خود نفروخته، یعنی کاملا در واقع میشه گفتش که فروشی نیست با استیکر، یعنی در واقع با لوگوی فروشی نیست، کار خبرنگاری میکنن و کاملا هم همه چیز صادقه. ببینید به کجا رسوندن، چقدر ناراحت کردن این بزرگوارانو. دروازه‌بان استقلال به خاطر یک عکس خارج از عرف به کمیته اخلاق احضار شده بود. اگر به خاطر یه دونه عکس قرار باشه منو محروم کنن،
من نه اعتراضی دارم نه چی، همینجا خدمت شما میگم از این فوتبال خداحافظی میکنم. خداحافظ خداحافظ. این یه عکسی که ایشون میگه عکس با خانومیه با پوشش نامناسب، یعنی رفتاری مغایر با فرهنگ و اعتقادات ما. سؤاله که چطور آقای رحمتی که باید در چارچوب اخلاق و رفتار یک ورزشکار باشه حاضر نیست حتی راجع به این موضوع توضیح بده، و جالبتر این که کمیته اخلاق هم ساده از کنار ماجرا گذشت. خب آقای رحمتی راست میگن دیگه، چجوری میشه از شما ببخشید معذرم. خب آقای رحمتی این چه حرکتیه؟ اصلا چجوری میشه از شما گذشت؟ این کاری که شما کردی اصلا قابل بخشش نیست، واقعا جای گذشت. من یعنی من این فیلم های تگزاسی هستش، این تنابا رو میگیرن دارش هم نباید زدی همچین آدمی رو، از این تنابا بعد اینجوری رو اسب میچخ میندازن بندازی دور گردنش، ببندی پشت این نیستان آبیو بکشی تموم بشه تا جزایی کاری که گرده رو ببینه. ما اگر همون موقع که آقای فروزان با همسرش عکس انداخته بود روز تولدش، همون اونو اعدام کرده بودیم یا حداقل حبس ابد براش بریده بودیم به جای اینکه 6 ماه محرومش بکنیم، اینا دیگه جرأت نمی‌کردن همچین کاری بکنن، همچین ضربه‌ای رو به در واقع جامعه ورزشی کشورمون بزنن و جوونا رو اینجوری هم بپاشونن. حالا هی من میگم فساد اینا هست، شما باز دوباره بگو نمیدونم فساد فقط توی نمیدونم عکس و این چیزا نیست. و تو چیه؟ تو چیه؟ همیناست به اضافه چیزای دیگه که حالا اشاره میکنم. بله مثلا یکی دیگه از مسائلی که خیلی 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 ضربه زده بود به اصلا جامعه رو دچار تزلزل کرده بود، یعنی از زلزله‌ای که اون خانم می‌خواست ایجاد بکنه خیلی فراتر، شلوار باب اسفنجی سوشا مکانی خاطرتون هست؟ چقدر عامل طلاق شد، چقدر جوونا از هم دیگه فاصله گرفتن، چقدر معتاد داشتیم سر این قضیه. شما اصلا میدونید باب اسفنجی کیه؟ چی کارا کرده؟ میدونید اصلا این غربیا با ساختن باب اسفنجی قصد داشتن بنیان خانواده ما رو از بین ببرن، به خاطر اینکه خب خانم های خانه‌دار که با اسفنج ظرفا رو میشورن با باب اسفنجی. حالا یک توضیحات داره که من دقیقاً هم حالا مطالعه نکرده بودم راجبش، فقط بدونین که خیلی ضربه میزنه. این مثلا اینم قضیه باب اسفنجی. حالا باز دوباره شما بگو نمیدونم چرا گیر دادی نمیدونم به شلوار و عکس و این چیزا، فقط اینا نیست فساد. بابا باشه باشه، خالکوبی خالکوبی، این خالکوبی ها میدونید چه ضربه ای رو به ورزش زده؟ خالکوبی، موی بلند، ناخون دراز، نه میدونید چه؟ ایناست، ایناست در واقع عامل فساد. و راست هم گفتن اینا همش به خاطر اینه که این ورزشگار ها همش به سمت فساد کشیده میشه. بعد جلو اینا رو بگیریم. من مطمئنم این خالکوبی و مو و شلوار و عکس و اینا رو حل بکنیم 99% مشکلات فساد ورزشی کشورمون حل میشه. حالا جدا از این قضیه یه راه حل های دیگه هم هست. من توصیه میکنم برای ورزشکاران خدمتتون عرض بکنم که در نظر داشته باشین، شما مثلا وقتی میرید برای یک مسابقه خارج از کشور، اگه زبونم لال خدای نکرده یه طرفداری داشت به سمتتون میومد، شما فرض بگیرین اصلا زامبیه میخواد تیکه و پارت کنه بخورت، فرار کن، فرار کن، وای نسا، فرار کن. یه نفر باشه حالا برای ورزشکاری دیگه خیر سرت، میتونی دری یه دویدن دیگه کار ساده ای، اون نمیرسه به تو. حالا اگه 4-5 نفر بودن محاصرت کردن دیگه یه کنجی گیره دوردن دیگه چشته به من دیگه دلو بسپار به قضیه و دیگه کاری نمیشه کرد. یا خدمتتون عرض بکنم یا ببین قدیم، حالا اگه مثلا 2-3 سال پیش بود کاری راهی پیش روتون نبود، کاری نمیشد. ولی خب الان خدا رو شکر کشفیات جدید، امکانات جدید در اختیارتون هست. برای مثال یه پدیده کاملا جدیدی در دسترستون هست، پدیده جدیدی در دسترستون است، افق زاویه بدن. شما با کمک همین افق زاویه بدن از خیلی از این مخمصه ها میتونید در برید. شما خیلی راحت بگو که من در واقع میشه گفت اصلا عکسو نگاه کنید شما. خب ببین اصلا خدا آقای رحمتی یه جوری وایساده 35 درجه با عامل زلزله فاصله داره، یعنی کاملا معلوم بوده که داشته میچرخیده که در افق محو بشه. یه دفعه این آدمای الکی که در دوربین به دست دنبال این 2300 نفر دوربین به دستی که تو خیابونا ریختن دنبال اینا، دیافراگم دوربینش با افق اصلی و افق زاویه بدن دچار یک تلاقی شده بود و عکسو گرفته بود، ولی وگرنه این اینجوری بوده داشته میرفته. و این خیلی خب اینم میتونید استفاده بکنید. بگو همینو بگو، بیا صاف و ساده صادقانه بیا بگو، بیا بگو افق زاویه بدنم بوده. حرف راست همیشه تو قلب همه جا داره و همه هم میپذیرن. صاف و ساده بگو خب حتی افق زاویه بدنم بوده. اگه یه نفر گفت مثلا این چه حرفیه میزنی، بزن تو دهنش به عنوان سیاه نما. خدمتتون عرض بکنم. یا این دیگه جانم
معروف هم میشه. بله دوستان میگن معروف هم میشه دیگه، چه چیزی بهتر از معروف شدن؟ کاشف و در واقع میشه گفت دانشمندی که این افق زاویه بدن رو کشف کرده بود، اشاره کرده بودن که من بعد از سالها دوباره معروف شدم با این عکس. ازتون ممنونم، واقعا از همتون ممنونم. یادم میاد آخرین باری که معروف شده بودم به خاطر دوپینگشون بود که قهرمانی رو ازشون پس گرفته بودم و بعدا گفته بودم مدال رو پس بده، ایشون هم گفته بودن انداختم تو دریا. کاملا هم به هر حال بعد از اون افتخار آفرینی جهانی، خب این افتخار آفرینی دوباره برگ زرینی به قضیه چسب. عرضم به خدمت، حالا اینم یک بحثه. بحث دیگه‌ش هم اینه که دیگه تش اینه که بگو آقا اینا فک فامیلان بودن و چشمونم در میارم که عکس فک فامیلای منو پخش کردی. حالا اگه تقش در اومد دیگه حال تهش معروف میشی. برای همش به ته اینا همش به معروف شدنه. و معروف شدن چی داره؟ لایک داره. و چند تا لایک داره اونش دیگه حالا بستگی به دیگه غیر کمرتون داره. حالا صحبت از فساد شد، بریم سراغ مهد فساد. میدونین چی شده؟ کره جنوبی. دوست رئیس جمهور کره جنوبی رانت خاری کرده. اصلا نمیتونم بگم چجوری میشه همچین کاری رو بکنه. رئیس جمهورش دیگه استعفا داده. یعنی چقدر فساد میده؟ خاک بر اون کره جنوبی بکنم. رفیقت رفته رانت خاری کرد. اصلا سرتیتر روزنامه‌های خودمون شده بود. اینا این روزنامه‌ش. نگاه کن تیترو. نه اون بالایی که دلسوزی‌های خودمونه. این قسمت پایینش. این کوچولوه. اینا ها. واقعا جایش. اینا اصلا نمیخوان الگو برداری کنن از هیچ چیزی. این بحث فسادشون. یارو رفته استفاده داره، هیچ الگویی هم از اون بر نداشته. حالا بحث اون که اون که اصلا درست هم نمیشه. حداقل صنعتتون بیاین الگو برداری کنید. ببین آقا پرایدو با هم شروع کردیم به تولید 20 خورده ای ساله، ما یه پیچش هم عوض نکردیم، هنوز اون الگوی استاندارد موفق و امن و با قیمت مناسب رو داریم، همون شکلی تولید میکنیم. شما هی هر سال برو ریخت قیافه اینو دستکاری کن ببین چه ریخت. این در واقع میشه گفت پلنگای ما شده، اصلا آدم رغبت نمی کنه سوارش بشه. بر الگو بردار. کره جنوبی. خدا جان سلام. کار به جای رسیده دیگه، خودت یه زر میری دیگه. اصلا واقعا بذار بریم زود تمامش کنیم. چه هیزومتری به تو فروخته؟ نفروخته عزیز من، چون نفروخته دارم میگم. آخه تو با این ایربگات هیزومتر میخوای چیکار واقعا؟ منم بلند نمیشم از کوه مثلا دار بس برم بالا. میشینم سر جا ما این ایربگ. خدا جان سلام. کجا یوتای؟ کجا عزیز؟ خدا جان سلام. سلام سینا. من ایالت آیداهو هستم. اومدم برای چشمه آب گرم. البته سعی میکنم برنامه امروز رو خیلی صحنه دارش نکنم، چون این چشمه آب گرمی که من دارم میرم کلا اصلا لباس ندارم. اینجا کلا همش لخته. فکر کنم کلی برابر چارخونه پخش بشه. مجهز اومدم اینجا. برای اینکه این یه تیکه که دارم میرم قطعا یه چیزایی میبینم. همیشه اسپری خرس همراهمه، چون واقعا نمیتونی پیش بینی کنی چی میبینی. فکر میکنم حدودا 4-5 مایل پیاده رویه و که دیگه وارد چشمه آب گرم میشیم. ما هر تیکه که داریم راه میریم یا شورت داریم میبینیم یا مایو یا سوتیان. کلا خیلی معمولیه. این یکی از چشمه هاست. من رسیدم به آخرین چشمه آب گرم. هر لحظه ممکنه من یه لخت ببینم اینجا، خدا رحم کنه. هیچکی اینجا نیست. به خدا یه لخت دیدم ولی نمیدونم کجا رفت. من الان نقش یک موجود آبزی رو دارم. نمیدونم چه موجودی، خودتون یه اسمی روش بذارید. دیگه سینا هر جاش که میبینی مشکل داره خودت سانسورش کن، چارخونش کن. تا ماجراجویی بعدی سینا جان. فعلا استوب سینه رو حال میکنید؟ آه این استوب سینه سینه یه تیمی چیزی نداریم من برم مورد تو اعضای بدن خودت نمیشستی تیم میخوای ببینی چی کنم مثلا میگه استوب سینه اینجا میگه استوب سینه حالا هد بزن ببینم بلدی؟ آره باری که الان حداقل اینکه توپو تونستی اینقدر خوب کنترل بکنی خودش شاید میگم یه تیم به من معرفی کن من برم مربیش بشم الان یک هفته است دارم
هر پیش بینی، یعنی مسابقات رو من دارم پیش بینی میکنم و عین چیزی که من در واقع پیش بینی کردم اتفاق افتاده. جدی؟ آره. مثلا چه بازی رو پیش بینی کرده بودی؟ تمام بازی که از هفته پیش بود مثلا همشون برگزار شده. هم بلا استثنا. پیش بینی کردی؟ چیشو پیش بینی کردی؟ برگزار شده. برگزار شده مسابقات. آه یعنی پیش بینی کردی مسابقه برگزار میشه. میدونی چقدر کارش سخت میشه؟ همین هفته پیش آه. تیم پرسپولیس و استقلال خب. برف اومده بود و اجرا نشد. پرسپولیس و استقلال. آره. پرسپولیس و پدیده بوده اونم. مال مشهد بود برف اومده بود. فوتبال مثلا نگاه نمی‌کنی اصلا. علاقه نداری به برف. من نمی‌دونم اصلا. پرسپولیس تو خوزه مورینیو الان مایی. اونم همینطور اونم همینجوری شروع کرده بود دیگه. آبا پیش بینی کردن آره. مسابقات که فوتبال برگزار. خب. چند نفر تو زمین فوتبالن؟ یعنی چی؟ چند نفر تو زمین فوتبال چند نفر آدم وایستاده مثلا بازی می‌کنه؟ 100,000 نفر همه میاد. نه 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 تو زمین فوتبال. تو زمین فوتبال. من به اون کار من فقط پیش بینی می‌کنم. کجا پیش بینی کردی؟ توی این وبسایت بتبال 90 دیگه بتبال 90. اونجا پیش بینی کردی؟ آره. بعد اونجا پیش بینی اینو داره که مثلا مسابقه برگزار. ها؟ یه دونه‌ش هم خطا نبود. نشستم نگاه کردم. نتیجه رو بعد بری اونجا پیش بینی کنی. رفتی برگزاری مسابقه رو پیش بینی کردی؟ اصلا نمیدونی چند نفر تو زمین فوتبال بازی میکنه. گفتم که 100,000 بستگی اون زمین فوتبال اون دور زمین فوتباله. تو زمین فوتبال چند نفر آدمه؟ آدما که نمیرن که اون تو که فوتبالیستا میرن. باش اینو فقط جواب بده. بگو. خب من هر چقدر تو من هر چی پول دارم میدم بهت. همین الان تو کیف پولم هر چی پوله بهت میدم. فقط بگو چند نفر تو زمین فوتباله؟ تو زمین فوتبال تو اون سبزه چمن اون چند نفر آدمه؟ من فقط پیش بینی میکنم سینا. به من رد کرده چند نفر. مگه نمیخوای مربیگری یه تیم رو بر عهده بگیری آقا؟ یه میگن همه مربی میدونن میشمارن آدما این همه ذخیره اونجا چه میدونم هر تیم چند تا ذخیره داره. تو تا حالا تو زندگی لگد در واقع به قسمت تحتانی گربه یا مرغ زدی؟ نه حیوان آزار. خیلی خوبه که انقدر به فوتبال علاقه مندی. آره یه تیمو به من معرفی کن که بتونم چون میدونم این بتبال 90 منو به جاهای بالایی میرسونه. علاوه بر مربیگری پیش بینی مسابقات فوتبال ربطی نداره به پیش بینی مسابقات فوتبال مربیگری. پس به چی ربط داره تو اگه بلدی؟ آقا برین من در خدمت شما خواهم. به نظرم بدون فوت وقت و در واقع میشه گفت کارهای دیگه بنو سراغ قرعه کشی. برین یه آهنگ آماده کردم بی‌نظیر از اون آهنگاست. آهنگ خودته؟ آره. یک کار قدیمی میاد داشتم تنظیمش رو عوض می‌کردم. حاضری؟ گوش بده ببینیم. با 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 بام با 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 بام چطور بود؟ خیلی خیلی خوب بود. این کارهای اولین کارهای که از بچگی مثلا قدیم. نه نه چه دوست داشتی کارو؟ کار که فوق‌العاده بود. امیدوارم برندمون هم دوست داشته باشه. ببینیم علی حیدر. حالا نمیدونم علی حیدره یا علی حیدره. به هر حال علی حیدر. و خدمتتون عرض بکنم که شرکت کننده های عزیز و کسایی که برنده میشن ما براشون یه دونه دایرکت مسیج میفرستیم و دیگه از اونجا به بعد و بچه ها حل حل خیلی برو زیبا دیگه بزرمی نمیتونم قشنگ کرد آماده؟ پا 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 پام پا پا پام ایناش ربطی داره به قضیه؟ این بخواد که همه یه در واقع ارکستر بتونم با هم هماهنگ بزنم چون دیدی که من کنداکتورم هست. سالومه بیت اللهی بفرم پام. اینم عکسشون. بچه های تلگرام خدمتتون عرض بکنم که این کانال تلگرام ماست. خیلی ساده است. همین الان به ما بجوینید. کار سختی هم در پیش نداریم به خدا. منم زیادم به مطلب و حرف و اینا نمیذارم که بخواید فرار بکنید. چون این یه بیماری خاصی برای تلگرام به محض اینکه مثلا صاحب کانال میگه سلام مثلا یه دفعه 6000 نفر در میره. گریزانن. چیز داره نیروی گریز از مرکز زیاد اونجا بچه‌ها همینجور فرار میکنه. این برای کانال تلگرام ماست و دیگه در خدمت شما. خب داشتی میگفتی نوتار و دردی بگو با 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 با
رسیدیم به بخش مهمون برنامه این هفته و مهمون عزیزی که کلن از سر تا پا هنرمنده، یعنی از تیپش بگیر تا هر کاری که انجام میده، شاهرخ مشکین قلم. کجا؟ قربونت برم، بفرما. خیلی خوش اومدی شاهرخ جان. شکرم. تشنه هم بودی مثل اینکه از... من همیشه تشنه هم. تشنه عشق. بله بله. تشنه برطرف شد. خوبی؟ نه به این زودی که تشنگی آدم برطرف نمیشه. ببین چه آدم با انگشتران مچ کردم دسته لیوان تو رو، چون لیوانمون عوض کردیم. اگه توجه کرده باشی نرسیدی لیوان سر عوض. به خاطر اینکه گفتیم مسموم. به خاطر که نه، این به خاطر که مچ میشه با اون دکمه اون. اینو میگه ها. دکمه این سبز این لیوان. که کار نمیکنه. خیلی خوب برنامه بزنی. حداقل بذارش به طرف من که مردم فکر کنن این داره صدای من یه جایی ضبط میکنه. داره ضبط میکنه ولی خب معلوم نیست. البته به علت اینکه یه برنامه تلویزیون سریال بازی نمی‌کنه مشکل نداره میکروفون معلوم شه. چرا ربطی به سریال داره؟ چون سریال بوم میگیره دیگه، بالا میکروفونه نباید معلوم شه. نمیدونستی؟ اصلا ما کی تا سریال بازی کرده بودیم قربان؟ ما اولی بار بود که تلویزیون اومدیم. خب این هم مداد بشه درد میخوره. اینا هم یادداشت برمیداریم دیگه برای. خب یه کاغذ هم بدیم اونجا لاقل یادداشت برمیداریم از حرفشون. کفی دست اون حالا مینویسیم آقا از تو چیه؟ خوبه قشنگه مداد. خوبه این هم خوبه. چیزی که نمیخواد چک کنی؟ بعد یه دونی یادگاری بنویسم روی این حالا اینجوری فعلا. آره بنویس. سینا جان. بنویس. چند شنبه. چند. خطو. شن. بی. ب. یعنی چند شنبه اینقدر طول میکشه؟ سینا چند شنبه باید طول بکشه دیگه. بله بیا خوبه. بیا اینم هنرنمایی آقا. یکی هست بذار خودم میکنم ملودی اینجوری نمیکنم. اینقدر تپوندی که دیگه توش نمیره. چیکار کرد؟ اینو یادتون باشه بعدا پاک کنید بچه. اونو میتونی بفروشی. البته اگه امضا بندازم پاش دیگه اینو میتونی بفروشش. نندازم هیچی. به کی؟ همین کاغذتون به در نمیده. امضا بی امضا. چه کلاه باحاله. از انگار که از دقیقاً از موهای به اون قشنگی رو زیر کلاه پنهان نکنه. دقیقاً برای همین همیشه باید زیبایی ها رو پنهان کرد که چش نخوره. شاهرخ مشکین قلمه یا مشکین قلم؟ به نظر تو؟ به نظر من مشکینه. خب بچه رو میپرسی؟ نه خب خیلی نظرشون ممکنه مخالف من باشه. خب باش. حالا خود راست چه بگو؟ تو شناسنامه چیه؟ مشکینی یا مشکین؟ تو شناسنامه که اعراب نمیذارن که. پاسپورتت؟ پاسپورت کجایی؟ هر کدومش برای انگلیسی رو داره. پاسپورت ایرانی که ندارم که. خب اونی که داری چی نوشته توش؟ هیچ کدومش ننوشته. اصلا ننوشته واقعا. ننوشته مشکل ننوشته مشکل. دیدی میگی؟ اصلا یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است که نمیخوام بگم که بعدن به دردم میخوره. یعنی اسم و فامیلی که من تو پاسپورتم دارم هیچ ربطی به شاهرخ مشکین قلم نداره. چه یه ارتباط کوچولویی داره ولی اصلا هیچ. از این فامیلیا بوده که مثلا شاهرخ مشکین قلم تهرانی زاده ای مثلا اصل اصل. اگه میخوای از من حرف بکشی کور خوندی. برای اینکه اصلا حرف برای چی بخوام بکشم ازت؟ نه که بخوام اسم فامیل واقعی من چی؟ یعنی واقعی به... اسم و فامیل توی شناسنامه، یعنی شناسنامه که نه، توی این پاسپورت فرانسوی من چیه رو بهت نخواهم گفت الان. نمیگی ها. ولی فقط یه راهنمایی میکنم، نه مشکینه نه مشکین. این راهنمایی نبود در واقع. چرا دیگه؟ گفتم دیگه هیچ کدوم از این دوتا نیست. بنابراین یعنی نگارش لاتینی رو که باعث میشه که بتونی بفهمی که مشکین یا مشکین وجود نداره. برای که به فرانسوی نوشته و احتمالاً فرانسوی یه جور دیگه می‌نویسن، با سی اچ می‌نویسن، فرق می‌کنه. آره اصلا نه دیگه، مو یا م یا میشه یه او یا ای دیگه، ولی این دوتا نیست. خیلی خوب، زیادم راستش بخوای برام مهم نیست. اما اصلا یک ساعت داریم راجع بهش حرف می‌زنیم. ولی خب خیلی خوبه که ماشاءالله اینقدر بچه باحال و شوخ طبع و اهل حالی هستی. بچه فکر میکنم یه پارچ آب برداریم بریم چون این الان تمام شد. همین یک توالت کجا هست؟ محبت بکن. آره یه مقدار نگرد که آخر مدت آخر مصاحبه بمونیم. مستقیم که نیست، من غیر مستقیم میرم توالت. میتونیم توی یه بخش کوتاهی رو بهت فرصت میدیم که بهت خبر بدیم. اگه دیدی اینجوری شدم یعنی بدون که بعد برم میگه من نمیگم، شما خودت خبر بدید. شروع شد سریع هم هزنه.
ارتباط بین کل سیم کشی کردم. یه ذره میره تو کلیه ها. کلیه که مثانه. آره دیگه مثانه. حالا من دقیقاً اعضای داخلی بدن شما رو نمی‌شناسم. مشکین قلم یا مشکین؟ اگه مشکین بود میرفت تو مثانه. آره دقیقاً. ولی متأسفانه اون نیست. مشکین مستقیم، مشکین کلیه. آره تو که هیچ کدومش هم نیستی. معلوم نیست کجا میره. علنا من میگم ماشین مکانیکی. شاروخ از کی تصمیم گرفتی اصلا چی خوندی تو دانشگاه؟ اصلا دانشگاه رفتی؟ از کی تصمیم گرفتم که چی خوندم؟ آره. خب یعنی قسمت اولو سانسور می‌کنی. آره اصلا بی‌خیال شد. دانشگاه تاریخ ادبیات خوندم و تئاتر. تاریخ ادبیات خوندی و تئاتر و خب پس کاملا مرتبطه با کاری که انجام میدی. کاملا چه کاری انجام میدم؟ برات درسته که میرقصی و رقصنده هستی ولی خب به نوعی نمایش هم هست، مثل در واقع اجرای نمایش میمونه دیگه. هنرهای صحنه ای. آره همش یعنی در واقع تو موسیقی رو با رقص به نمایش میذاری. درست. هر نفس آوازش میرسه، هر نفس آوازش میرسه، از شب و راست از شرمان خودش مثل تات میمونه. پس کاملا مرتبط. زیاد به حرفات گوش نمیده چون مجذوب صدای گرم مثل شعر اصلا برام اهمیت نداره چی میگه. صداش به حال قشنگ مثل لالای. منم با جت لگ با اختلاف ساعتی قشنگ الان توی عالم هپروتم. اینجور به من نگاه نکن. شیش داره بهت اشاره میکنه چرا نگاه نمیکنی؟ خب بله دارن میگن 6 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. نه تایم رو به من اعلام میکنن که شیشته رفتارش رو جلو رو بگو. بذار حداقل یک سوال ازت بکنم بعد بریم به توی تا 80 تا سوال کردم من جواب نمیدم ولی تو سوالات داری میکنی دیگه. چی شد که اصلا تصمیم گرفتی تو که تات خونده بودی چه جوری تصمیم گرفتی بری و رقص رو امتحان بکنی؟ امتحان که نکردم که، البته هنوزم دارم امتحان میگیرم، از منم دارن امتحان میگیرن. مثلا تو الان داری از من امتحان میگیری دیگه. خیلی ولی خوب اینا به هم دیگه مربوطن. یعنی همونطور که خودت خوب گفتی اینا همشون هنرهای صحنه نمایشی هستن که هیچ فرق نداره اسمشون یه خورده تغییر میکنه ولی در آخر همشون یکی هستن. یعنی که روی صحنه بودن، چه بخوای نقالی بکنی، چه هنرپیشه تئاتر باشی، چه رقصنده باشی، چه نمیدونم گوینده باشی، تو از یک فضا بهره مند میشی، اونم چگون در صحنه بودن و چگون ایفای نقش کردنه. حالا بعضی موقع صامته، بعضی موقع حرکت بدنت بیشتره کمتره، بعضی اصلا هنر پیش خود اکتر یا اکتر از اکتینگ میاد دیگه، یعنی تو حرکت داری، بنابراین میتونه فاقد کلام باشه خود به خود. کما که تمام هنرپیشه‌های قدیم که فیلم‌ها صامت بودن صحبتی نداشتن دیگه، بنابراین اکتورهایی بودن که از بدنشون فقط صرفا استفاده میکردن مثل یه رقصنده. بالاخره یک سوال رو درست جواب داد. تشویقش کنید. داخل در واقع خودشون گفت، خودت گفت که دیگه، گفت دیگه مجبورت کردم بگی. مجبورم. نه چون در راستای صحبتات بود. هر جایی که با من همسو باشی منم باهات میام. هر جا ضد من باشی منم وای میستم. یه سر بریم اتاق فرمان در خدمت شما هستم. در خدمت شاهرخ معلوم نیست قلم هستیم و مجهول القلم در واقع. خوب بود، خوشم آمد. خوشت اومد؟ خیلی بچی باهوشی هستی. البته متوجه شده بودم که باهوشی، ولی خب فقط صداش قشنگ نیست، بچی باهوشی هم هست، چون معمولا یا اینه یا اون دیگه. تو کدومش هستی؟ جفتش. واقعا تو جز همون به علت مجهول بودن استثناء. آره استثناء. آره. هم هستی. استثناء. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. اهل ورزش هم هستی اینقدر ماشاءالله؟ اهل ورزش به این یارو ها و اینجوری ها نه. بله خب به هر حال چند سالت اینا میشه پرسید؟ نه. یا اینم جز مجهولاته؟ چرا میتونی بپرسی ولی من جواب نمیدم. بله با اینکه 50 سالشه ولی خب بدن کاملا متناسبی داره. با یک بدن با یک بدن 20 ساله توی یک جسم 50 ساله در واقع یک روح پیر در یک جسم جوان. ولی نه الحق و الانصاف بزنم به تخت خوب موندیم نسبت سنت که
علارغم اینکه تلاش کرده بودی کس نفهمه، ولی خب تو اینترنت میشه پیداش کرد. رو اینترنت نوشته. آره متاسفم. یه نوشته من نمیدونم زاده شیرازم و بعد یه خانومی هم به من زنگ زده بود میگفت که آقای ماشین قلم منم شیرازی هستم. نگفتی بهش من ماشین قلمم؟ از مبحثش شیراز بود، ماشین قلم نبود. برای همین گفتم که میخوان من شیرازی نیستم. نگفتیش که شما اشتباهی توی یکی از مسابقاتون گفتین که متولد خرمشهر هستین؟ گفتم اشتباهی من گفتم؟ آره شما رو ویکی‌پدیا نوشتین شما متولد شیرازی. نه خب پس اون درست میگه. چرا نمیدونی متولد کجا؟ اشتباه چرا حرفی؟ خدا گاچه میگونم صبح که از خواب بلند میشم. نه این خانم که من حرف میزنم من هول میشم. دستمو گم میکنم. محل تولد تو یادت میره. همه چیمو یادم میره واقعا. ازم یادم میره آدم هم. خب حالا چه ورزشی میکنی؟ اهل ورزش هستی؟ نه اصلا ورزش نمیکنی؟ آخه ورزش به اون معنی که اینجوری ده حالا اونو فهمیدیم چه ورزش دیگه یعنی؟ ورزش من اینجوری که خب اصلا ورزش میکردی قبلا؟ ورزش آره بسکتبال بازی میکردم بچه که بودم. اون چیه اونجا؟ اون بسکت اون یا روه حلقه بسکت ما رو نشون میدی؟ آره دیگه. البته من در واقع متوجه شدم برای چی اینقدر بسکتبالم هر چی سعی میکردم تازگی ها این توپه رو بندازم تو اون توره نمیرفت. برای اینکه من چون خوب میپریدم من رو میذاشتم زیر این یارو حلقه که توپه رو نذارم بره اون تو. برای همین در واقع من حرفم این نبودش، یعنی یاد نگرفتم. هیچ وقت نمیدونستی که بود. اینم این محل تولد در واقع یادت میرفت که در واقع تو زیر تور یا زیر حلقه دفاع می‌کردی. جمع کن بودم آره. یادم نرفته بود ولی نمی‌فهمیدم چرا من نمیتونم اینو خوب نشونه گیریم خوب هست ولی نمی‌دونم چرا اندازه گیریم خوب نم. در صورتی که خب در صورتی که از کجا می‌دونی نشونه گیریت خوبه؟ به خاطر که انگشتام بلندتره دیگه. ببین این انگشت حلقت وقتی که دست چپت بلندتره تا از انگشت سبابت یعنی که جهت یابی و نشونه گیریت خوبه. درسته. یکی رو قایم می‌کنی اون اشکال نداره. الان این یه ذره بلندتره مال تو در واقع یک اندازه است. آره اینم دست راسته دست چپتو بعد بگیر. آره جفتون یکی هست. خب یعنی تو نشونه گیرید از من کمتر بهتره. حالا من ببینید چقدر بلندتره. خیلی نشونه گیرید. آره. یکی از راه های شناختشه در واقع مثلا تو تیم فوتبال اینجوری بچه ها رو مطمئنی جزوه مثلا نه این علمیه کاملا کاملا علمیه. ایراد دیگه ای نداری که بخوای مثلا به صورت علمی تشخیص بدی؟ ایراد تو داری الان. من اگه درست مال تو غلطه. و ایراد خودش فوری میندازه گردن من. زاکار اوزایلا. با توجه به این که من خدای خب ببین رقصنده های مختلفی سراسر جهان هست. داشتی میگفتی رقاص. خواهش میکنم معذرت میخوام رقصنده تمام. احوالش من یه سوال دارم چرا رقاص و رقصنده فرق دارن با هم دیگه؟ فرق ندارن با هم دیگه. فرق ندارن واقعا؟ نه. در ذهن تو فرق داشت برای همین خودتو کنترل کردی که نگی رقاص یه وقت به من بر نخوره. پس چرا به در خود پاشی رفتی؟ نه داشتم فوتبال بازی می‌کردم که مورد توجه قرار گرفتم. حالا به عنوان رقاص یا رقصنده به هر حال در سراسر جهان مثلا اسپانیا مثلا کلی و رقصنده‌های معروف داره. و دیگه آمریکای جنوبی و همینطور کشورهای دیگه ما در ایران و اصلا کلن برای موسیقی ایرانی هیچ رقصنده‌ای رو با سبک تو نداریم هیچ کس. یعنی فکر می‌کنم تو همونطوری که در زمین‌های مختلف استثنا بودی تو این زمینه هم استثنا شدی و از کجا می‌دونی تو زمین‌های دیگه هم مختلف؟ حالا برای توی دو تاشو که توی همین مصاحبه گفتی یکی در واقع وضعیت معده و دیگه روده و کلیه و دیگه معده آره دیگه کلا اعضای داخلی بدنتو دارم میگم فامیلیت هم که همینطور دیگه چیو بود یکی دیگه هم بود گفتی فرق داره همه ایرادامو یک روز یک جا بریز رو پته رو این پته چیه؟ مثل اون پته دوزیه؟ دقیقا همینطور شما البته ادبیات خوندین میتونید شما توضیح بدید تاریخ ادبیات خوندم آره ولی توی تاریخ ادبیات ما تو فرانسه راجب پته صحبت نگرد پته که دارن پته فرانسه میدونی چی؟ آره دیگه اون یه چیز کسافتی که با گوشت آره با گوشت درست میکنن رو نون میزنن خوشمزه است البته زیاد دیگه از اون افتضاح هر چی مونده های کثافت میریزن مثل تو سوسیس و این چرت پرتا خب بازیافته دیگه در واقع آره نمیریزن دور استفاده میکنن آره. میخورن نه راست میگی خیلی خوبه برای آدمایی که در نقش صد لاشخال بازی میکنن برایشون بازیافت میشن اینجوری گیاخاری آره برای همونه گفتم یه ایرادی داره خیلی خیلی ایراد پیدا کرد
خب حالا به عنوان یک رقصنده که در واقع رقیبی هم نداره، یادش هم نمیرسه دو جرش 7 دقیقه 7 دقیقه شد؟ چیش؟ ولی به زودی میشه 7. خب بگو اون یه رقصنده که ایراده های اعما هسته داری. آره دقیقا. حالا سوال چی؟ از من سوال نرسیده هنوز. نمیذاری که سوال کنم که. سوالم اینه که چجوری رس؟ مسئلهش اشکال داره و نمیرسم ببینیم. شاید جوابش پر از مشکله. آه. اینم حرفی یک صدای خنده دیگه میدازی که. من به عنوان یک رقصنده استثنائی که تنها کسی ازم تو این سب میرسم، چیه اون وقت سوال؟ اصلا چه جوری به این نتیجه رسیدی که من به نتیجه نرسیدم؟ این اتفاق داره همینجوری یه دفعه الکی رفت تصمیم گرفت به رقصی. خب بگو دیگه همینی که الکی نیست، دفاع کن ازش. من که کاری نکردم. تو منم میتونم همونجوری برقصم. خوبه حامد، دیدی ادا من در میاره؟ آره من خودمو ندیدی چه جوری ادا در میارم. حالا با توجه به اینکه تو از گرمام بیزاری و در واقع خودمون بچه خرمشهر ما. آره اتفاقا همون میخواستم بگم، شاید بنز کافی موقع تولد این گرما رو گرفتم، برای همین دیگه چقدر چرت بود. چه رب دیده. حالا میشه جواب سوال بنده رو بدید؟ چی بود؟ ما کلا توی این مسابقه فقط 2 سوال از تو بیشتر نپرسیدیم. مگه قرار چند تا سوال بگی؟ نه حالا قرار تعدادی مثل این قانون مثل نه آخه موفق نشدیم و 35 سوال جواب ردی رد میشی. مگه رد هم ازم رقص ایرانی دیدی که این برنامه های ندیدم؟ من گفتم تلویزیون ندارم. خب حالا اگه احیانا به یک نفر بگی بلند شو برقص، خب دقیقا شما چجوری اون مرحله رو رد کردی و به این مرحله رسیدی؟ خب یعنی همه آدم ها اینجوری؟ نه همه آدم ها نیستن اینجوری. چرا همه آدم ها؟ یعنی من خب یه جاهایی بزرگ شدم که اینجور چیزا رو بیشتر دیدم تا اونجور چیزا رو. خب چیزی که یاد گرفتم اون چیزایی بوده که دستم بوده دیگه. من اینجور چیزها رو بیشتر دیدم، مثلا با کسایی که معاشرت داشتن. اگه من با رفته بودم توی سلوقون با یه اکبر آقا رقص یاد گرفته بودم، رقص اکبر آقای سلوقونی رو یاد میگرفتم و فکر میکردم اون بهترینه. کما که اگه تو ایران به دنیا نیامده بودم زبانم فارسی نمیشد، اگه تو کشور عربی به دنیا نیامده باشی مسلمون نمیشی، نمیدونم همه این چیزا فقط یه سری اتفاق هستن دیگه. موقعیت جغرافیاییت بستگی داره. راست شما به موقعیت جغرافیایی داره. مسلماً همه چیزها به یک جغرافیا وصلن و به یه تاریخ، به زمان. زمانت زمان رشدته و در مکان حرکت میکنی و این دو تا با هم دیگه تانژانتشون تبدیل میشه به تو. تو برآیند سیرت هستی در جغرافیا و در زمان. یه بازی میکنیم ما آخر مصاحبه با مهمونامون. بذار یعنی از این بیشتر عمل داری با من بازی میکنی؟ نه نه الان دیگه تو بازی مغزی نیست. آه اصلا جسمیه. آره جسمیه. بازی که براش در نظر گرفتیم همون لیوان برگردون خودمون هست. این لیوانا رو توش وایتکس ریختیم. میخوری و من خبر نداری خودم اینا رو قاطی کردم. اولین کسی که میمیره خودشه. اصلا میدونی که فلسفه این از کجا میاد؟ فلسفه شراب خوردن از کجا میاد؟ الان این شراب نیست، وایتکس. میدونم همین وایتکس. برای اینکه مسموم که یه واژه‌ای در ادبیات بین المللی ثبت شده به نام میتریداتیزاسیون. میتریداتیزیشن. خب این میتریداد از میتریداد مهرداد اشک اول میاد که وقتی میخواستن مسمومش کنن بکشنش، از بس که آدم قسی‌القلبی بوده و همه میترسیدن ازش، میترسیدن که تو شرابش همیشه راه مسموم کردن پادشاه ها از توی شرابشون سم ریختن بوده و میخواستن سم بریزن توی شرابش، میترسیدن که زیاد بریزن متوجه بشه به سرشون رو ببرن. کم میریختن و انقدر کم کم ریخته بودن که زیادش بکنن که این نفهمه مزهشو، عادت میکنه به سمش و به سم بدنش عادت میکنه. آره و اسم این واژه شده در ادبیات غربی میتریداتیزاسیون، یعنی به سم عادت کردن. الان تو عادت داره بدنه؟ و میگم که الان داره متوجه نیستی چه اتفاقی برات افتاده. اینجا میمیرم. و این بازی اینجوریه که من
یا بالا چند شنبه با سینا همه‌ش من بعد اینو نگاه کنم یادم بیاد اسم برنامه چیه حافظه رو برو خب حالا من زدم تو تاش کشتی خب این این بازی داستانش چطوریه از اول بعد اول تعریف کن می‌خوری لیوانو برمیگردونی خب لیوانو اینجوری می‌زنی زیرش برمیگرده وقتی که رو دهنه افتاد میری رو لیوان بعد ببینم چه جوری خب الان لیوان پره خب خیلی خوب نه حالا من که دارم بعد آخرش هر کی برد این دو تا لیوان رو که پر از آب رو صورت اون یکی که هر دو تا رو هر دو تا چرا دو تا برای اینکه دلم خنک نمیشد یه دونه نه چون ممکنه اولی رو جا خالی بدی باریکلا ادم سه ولی ممکن نیست که دو تا رو بتونی جا خالی بدی میخوای صحبت کنم من شروع میکنم سه دو یک با دست یه داشتی نه خودش شد ولی من اول نبودم ولی من مردم تو نگاه نمی کردی ولی خب چون تقریبا همزمان بودیم تو هم که اصلا تقلب نکردی من تقلب نکردم چه تقلبی کردم؟ نه همچه کلن از اینکه رود انقدر زیاده خوشم آخه ما سند داریم اینجا جالب اینه که این میکاپ چربه همه این قطرات روی صورت دینجونه شدن انگار که زیر باران با ترانه میدوم رو بام خانه با سینا زیر باران با سینا با توجه به اینکه چند شنبه ها راه رفت پس مجبوری فکر کنم نه ولی من تقلب نکردم ساعت رو داری بله بله اجازه بدید سند رو داری اجازه خوشکش کنم ولی من خیر بفرم ولی ما در سند داریم من تقلب نکردم کجا تو فکر می‌کنی من تقلب کردم اجازه بدید من ببینم کلا آنچنان آب و شما پاشیدی کلا خب تو هم پاشیدی دیگه خخ ولی من مهم اینه که فقط روتو پاشیدم به هیچ جا نریخت خیلی خوب پاشیدی ببین گوش بده من تقلب نکردم خیلی خوب مگه قرار نبود که آبها رو بخورم اما آبها رو خوردم دیگه آها خیلی خوب باشه ولی خب مثلا... یه جا خوردم به جای که هر دفعه بخورمشون آها یک جا خوردمش آرش میدوسی لباس من زمینه که تو زودتر از من شروع کردی به عنوان یک میزبان بستی میذاشتی همیشه میهمان قدم اول برداره الان جایزه یا در واقع تاوانش رقصیدنه چیکار کنی برقص دیگه برام با هم برقصیم همون چیزو بذار با هم برقصیم دلشودگان با هم برقصیم جهنم بریم دیگه بریم شما بودیش و امضا کنی شما ما رو تو دلت جا کنی شما هرمونت میشم من پا تو یا نمیرم گلت نه چرا بایستدی؟ قرار بود با هم برخصیم آره ولی واقعا داشتم فکر میکردم که تو حتی سعیم که میکنی خالتور برخصی خوب میرخصی واقعا؟ آره نه جدا دارم بهت میگم یعنی که من تصمیم گرفتم که بیام یه ورکشاپ بذارم اینجا و تو رو بفرمی شاگرد مونه در بحانه تو باشه برخص نه جدا دارم میگم به عقیده من خوب میرخصی خب پس اگه به جایی که سعی کنی خالتور برخصی سعی کن خوب برخصی ببین چی میشه این خوبم بود دیگه من اینجا شده دارم من مطمئنم یه استعدادکی هست میشه شما برخصی من نگاه کنم پس من یه کار میکنم من میرخصم تو اون وقت سعی کن درست ادای منو در بیاری باشه بریم تو من میرم تو میشینی آه خیلی خب من نشستم پر جوراباتم خیلی سعی کردی مچ بکنی با اون دستمال
عاشقت ولی با گل ریزایی این با برگاش نه این قبلا قبل از که آب بریزی روش رنگ جوراب نه رنگ جورابات برگا رنگ جورابات گلا رنگ این پشتت برو برقص کل بد نیست کفشا قهوه‌ای بد زمونم خوبه خوبه دیگه خوشحال که کفشای تو من نجات بریم نگاه کن حالا من داره بعد اونو در میرم باشه که خودم باشم اگر نمیشه به در دل وا کنی شما بودیشا امضا کنی شما ما رو تو دلت جا کنی شما هورمونت میشم من پاتویا نمیرم سین میزنه بالا دیگه میدونم مال منی دل بر جان هورمونت میشم من با تو یا نمیرم من آنتالیا نمیرم هورمونت میشم من با تو یا نمیرم من دبی دبی نمیرم حالا نوبتو حالا نوبتو فکر میکنم که ای حقیقت شو بخوای زیاد فرقی نمیکرد رقصمون خب جالبه برای اینکه دوستان این از کجا در من تو با اینکه کام گریه بیسنده خلاصه من فکر میکنم که بهتره که این دوستان عزیز بریم بذاریم من صحبت های انتهایی این بخش رو با شاروخ داشته باشم چون من محاله صحبت های انتهایی آره دقیقا در خدمت چون هستیم دو تا قهوه لطفا خب به انتهای برنامه این هفته رسیدیم و تنها نتیجه‌ای که از برنامه این هفته میشه گرفت اینه که هیچ کس بهتر از خود من واقعا نمی‌رقصه و بیخودی اینا دارن درآمدزایی میکنن از این قضیه. خدمتتون عرض بکنم که با لینک یوتیوب برنامه که میدونید چیکار بکنید دیگه حال اساسی رو بهش بدین. این صفحه اینستاگرام بنده است، این صفحه فیسبوک بنده است، این صفحه توییتر بنده است، این صفحه تلگرام بنده است، اینم خود بنده. همه دستبوس شما هستیم و دیگه هر کاری کردین در واقع یه گلی بوده که به سر خودتون زدین و یه حالی بوده که به ما دادین. شرط داره این جمله رو یادت نره
کسی نمیتونه منو اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.